شبکه اقدام های استراتژی که برای زنان در شمال آفریقا موسوم به سیهه با انتشار گزارشی حقوقی نسبت به افزایش موارد روبودن زنان در مناطق جنگی سودان هشدار داد. در این گزارش تعداد زنان و دختران روبوده شده در مناطق مختلف جنگی در سودان از آوریل 2023 میلادی تا کنون را 104 مورد بیان کرد که عمر برخی دختران روبوده شده تنها 13 سال بوده است. در همین حال مؤسسه سودانی قربانیان روبایش نیز در دسامبر 2023 میلادی با انتشار گزارشی تعداد افراد روبوده شده از ابتدای جنگ تا کنون را 842 مورد عنوان کرد که 48 مورد آن زنان و دختران بودند. از سوی دیگر سازمان ها و مقام های امدادی نیز اعلام کردند که درگیری بین دو حزب مسلح در سودان باعث افزایش موارد آزار و روبودن زنان و دختران شده است. گفتنی ارتش سودان در جنگی که در 15 آوریل 2023 میلادی بر سر طرحهایی برای واگذاری قدرت به غیر نظامیان آغاز شد با نیروهای پشتیبانی سری می جنگد. نبردها در پایتخت خارتوم و منطقه دارفور در غرب کشور متمرکز است در همین حال سازمان ملل تخمین میزند که چهار و دهم میلیون نفر در معرض خطر خشونت مبتنی بر جنسیت هستند که این رقم قبل از شروع درگیری در عواسط آوریل سه میلیون نفر بود